با نام خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی از ترکیه، آقای دکتر فضل هادی وزین استاد پانتون از ترکیه و همچنان آقای مصطفی مرتضوی استاد پانتون تا لحظات دیگر با ما خواهد پیوستند و در رابطه با اهمیت روابط افغانستان با روسیه بیشتر بحث خواهیم کرد. چاوش صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. اجازه بدید در نخست با شما آغاز بکنم. جدیداً روسیه نگران وضعیت امنیتی افغانستان است و این مورد رئیس جمهوری کشور در نشست سیکا مطرح کرد. در حال حاضر روابط افغانستان با روسیه را چگونه بررسی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب احمدی صاحب و سلام به میهمانای عزیز شما، سلام به همه بیننده‌های تلویزیون شما. خوب، اگر به این مسئله بسیار دقت کنیم یا دقت بیشتری در این رابطه داشته باشین، میبینیم که فدراسیون روسیه هم در زمان حضور 20 ساله ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان تشویش‌های خود در مورد افغانستان داشت و بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در شرایط فعلی بخصوص در روزهای اخیر که بعضی ناامنی ها در صفات شمال، بعضی قسمت های افغانستان و همچنین تبلیغات در مورد تجمع افراد داعش و القاعده در بعضی ولایات شمالی افغانستان، بخصوص که ما شاهد بعضی حملات گاه ناگاه هم به کشورهای آسیای میانه از داخل افغانستان بودین، روسیه هم واره در این رابطه تشویش های خود ابراز کرده علنی و معمولا در این رابطه بیشتر میبینیم که خود رئیس جمهور روسیه در این رابطه صحبت های داشته و داره. خب، مسائل متعددی در شرایط فعلی در امور افغانستان دخیل است. از یک طرف ایالات متحده آمریکا که سالها کوشش کرد تا پیمان امنیتی با افغانستان بسته کنه، بعد از بیرون شدن از افغانستان همه چیز ختم شد. نه پیمان امنیتی وجود داره، نه مبارزه با تروریسم، نه هیچ. و از دیگه طرف ایالات متحده آمریکا هم تشویش های خود همیشه به اشکال مختلف ابراز میکنه، ولی میبینیم که امریکا هم در سطح جهان و هم در امور افغانستان در رابطه با کشورها سیاست های ثابت نداره. ایالات متحده آمریکا بازی های استخباراتی پیش میبره با کشورها، بخصوص در افغانستان. ما دیدیم که چندی پیش در واشنگتن دفتر برای جبهه مقاومت باز شد، استقبال شد در فرانسه و جای دیگه، وعده داده شد $500 میلیون کمک به اینا، ولی اخیرا باز میبینیم که نماینده و یا رهبری ISI از معاونین از او تا رئیس از او صحبت های ملاقات های با حلقات استخباراتی افغانستان، با دیگر حلقات سیاسی افغانستان، چی در داخل افغانستان و یا در بیرون از افغانستان تماس ها، مذاکرات و نشست های پنهانی دارند. اینجا دیده میشه که ایالات متحده آمریکا با کشورها، با ممالک از طریق بازی های استخباراتی پیش میره. وی بازی های استخباراتی ایالات متحده آمریکا هم تشویش خود افغان ها، سیاسیون افغان ها برانگیخته و هم تشویش کشورهای همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ که در مجاورت و نزدیکی افغانستان موقعیت داره، مانند چین، مانند هندوستان، مانند اما حالا سوال یکی از چاوش صاحب که آیا در حال حاضر نگرانی های روسیه ناشی از بازی های استخباراتی است و یا واقعا کشور نگران امنیت کشورهای مشترک المنافع از آدرس افغانستان است؟ خب، اولا چون روسیه هم عضو کشورهای عضو شانگهای است و مؤسس از او است، یکی از مؤسسین از او، و روسیه از جمله مؤسسه کشورهای مشترک المنافع هست، کشورهای است که نه با هم دیگر عضو کشورهای امنیت جمعی در منطقه هستند، تشویش های فراوان دارند و هم تشویش های روسیه نه تنها در داخل افغانستان است، بلکه
در بیرون از مرزهای افغانستان در داخل کشورهای آسیای میانه هم وضعیت بسیار بسیار خطرناک است و ما یک آتش زیر خاکستر در اونجا میبینیم و این نه تنها ما و حرکت بزرگ ملی خط میانه اعتدالیون افغانستان، این سیاسیون کشورهای منطقه به خصوص روسیه هم به این تحلیل رسیدن و ما دیدین وضع شکننده امنیت قزاقستانه و این کشورهای مانند تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان از اون سطح هم خطرناکتر است و اینا همه واضح و روشن است برای کشورهای مانند روسیه، مانند چین، مانند هند، مانند ایران. واضح است که کوچکترین جرقه خطرناکترین وضعیت انفجاری در منطقه به وجود میاره و تحرکاتی که اخیر داعش در افغانستان داره، انفجاراتی که صورت گرفت، ناامنی هایی که وجود داره، اینا همه دلبری است که در افغانستان با وجودی که بعد از بیرون شدن نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان نسبتاً وضع امنیتی بهبود یافت، مشکلات برای مردم ایجاد نیست، ولی حضور نیروهای تروریستی که به تحریک پاکستان، که خود پاکستان در ناامنی های افغانستان، در نگاه داشتن افغانستان به یک حالت بی امنیتی و بی نظمی و ای به نفع پاکستان است، پاکستان دست داره، دست باز داره و ایالات متحده آمریکا، انگلستان همیشه روابط خود از طریق پاکستان با افغانستان تامین کردن. چندی پیش که معاون CIA سفر داشت با پاکستان و از طریق پاکستان با افغانستان آمدن و مذاکرات CIA را با استخبارات افغانستان یاد تنظیم کردن و افغانستان از طرف دیگه که میبینیم در طول تاریخ 100 سال اخیر بیشتر از 80% کادرهای تحصیل کرده نظامی، تخصصی، انجینری، صحیح و غیره در افغانستان، اینا در اتحاد شوروی سابق و در روسیه اینا تحصیل کردن و زیربراها و زیرساختهای بزرگ که امروز فعال است و یا هنوز بقایای از این وجود داره، اینا به وسیله امور روسیه، روسا ساخته شدن که از این علاقمندی نمیتونین از این بگذارین. و از طرف دیگه امروز روسیه تامین کننده مواد غذایی جهان است و جهان به مواد غذایی روسیه ضرورت داره و افغانستان هم ناگزیر روابط باید در این رابطه داشته باشه و این بسیار به نفع افغانستان است. سپاسگزارم. وزین صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید. میگم پس از تحول سیاسی گفته میشد که روسیه یکی از کشورهایی است که حتی اگر به خاطر تقابلش با آمریکا شده، روابط خوب خود را با امارات اسلامی نگاه میکنه. در حال حاضر روابط روسیه را با افغانستان چگونه بررسی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای احمدی، خدمت مهمان محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما. افغانستان از نظر تاریخی برای روسیه، چی روسیه تزاری و چی هم اتحاد جماهیر شوروی و چی هم فدراسیون روسیه، در عصر حاضر مهم هست و آسیای میانه همیشه در یک وقت زمانی منطقه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده است، منطقه نفوذ روسیه تزاری و بعدا در نتیجه اشغال آسیای میانه از طرف روسیه قیصری یا روسیه تزاری و همچنان ادامه این اشغال در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، این برخی روسیه آن را برخی از خاک خود میپنداشته است. هنوز هم آسیای میانه برای روسیه مهم است و اهمیت دارد و آن را به توجه به آن را جزی از امنیت ملی خود می داند. از طرف دیگر وجود چین در این منطقه و من حیث یک قدرتی که روز به روز رو به توسعه می رود و نظر اقتصادی بزرگتر می شود و طبعا در کنار نهضت اقتصادی و نیرومندی اقتصادی، نظر سیاسی و نظر استراتژیک برای کشورهای دیگر مانند روسیه در دراز مدت میتواند تهدیدی به حساب بیاید. همچنان حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه در کل، این همه چیزهایی هست و همچنان مشکلات احتمالی که ممکن در افغانستان و آسیای میانه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و همچنان وضعیت دموگرافیک و پیشینه تاریخی وجود دارد، این همه موجبات توجه و اهتمام و از طرف دیگر نگرانی روسیه را
به ارتباط وضعیت افغانستان فراهم میکنند و وجود میآورند. روسیه در یک مرحله طبعا در 20 سال گذشته در یک مرحله چون حرکت طالبان از یک طرف با ایالات متحده آمریکا درگیر بود، بنابراین روسیه گزارش های وجود داشت که روسیه نه تنها رابطه خوب با حرکت طالبان برقرار کرده است، بلکه این حرکت را کمک نظامی نیز میکند. یعنی در بس هم وارد در گزارش های رسانگی سالهای قبل چنین بود که در ولایت قندوز این گزارش ها وجود داشت و در سطح مسئولی نیز این را گفته میشد که روسیه با رابطه تنگاتک و نزدیک با حرکت طالبان دارد و اکثرا روسیه زمینه سفر رهبری حرکت طالبان را و دوبار در مسکو و برگزاری کرده همایی های را فراهم کرد که به نفع حرکت طالبان تمام میشد. این یک مرحله بود. اما بعد از آن که حرکت طالبان وارد رابطه مستقیم با ایالات متحده آمریکا شد و بعد از مذاکرات سیری چندین ساله و کار به برگزاری مذاکرات علنی رسید و بالاخره موافقتنامه دوحه بین حرکت طالبان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد، در این مرحله ایالات متحده آمریکا از نزدیکی طالبان با روسیه از نزدیکی طالبان با حرکت طالبان کم کم نگران شد و این نگرانی ها اکنون هم وجود دارد و خصوصا بعد از این که در ماهای اخیر گزارشات به نشر می‌رسد که هیئت‌های از حرکت طالبان به گونه مستمر با ایالات متحده آمریکا مذاکرات دارند و این مذاکرات نه تنها در سطح سیاسی موجود است بلکه در سطح استخباراتی نیز وجود دارد و سفر اخیر رئیس استخبارات حکومت افغان امارات اسلامی به دوحه و مذاکراتی که گفته میشد در پاکستان آغاز شد و بعدن به دوحه رسید و منجر به توافقات نیز صورت گرفت و همچنان تحولی در سیاست ایالات متحده آمریکا به ارتباط افغانستان دیده میشود، از جمله اجازه انتقال پول برای نشر چاپ و انتقال پول بانکنوت افغانی و همچنان اینکه اعلان مکرر اینکه ایالات متحده آمریکا از هیچ نیروی مسلح بر ضد حکومت کنونی افغانستان حمایت نمی کند و گزارش های از این قبیل. طبعا این می رساند که اجازه اگر بفرمایید می رساند که روسیه از وضعیت افغانستان نگران است، نزدیکی حرکت طالبان حکومت امارات اسلامی به ایالات متحده آمریکا نگران است و این نگرانی وجود دارد و ترس. خب سوال این است که اگر این نگرانی وجود دارد و چه حمله به سفارت روسیه واقع شد، حمله انتحاری که صورت گرفت و انفجاری که صورت گرفت و منتج به قتل دو نفر دیپلمات‌های روسیه شد و همچنان در گزارشاتی که نزدیکی حکومت کنونی افغانستان را با چین تاکید میکند، این نیز برای روسیه موجب نگرانی است و همچنان بنان این همه در کل به گونه مختصر با آن اشارات داشتم سبب میشود که روسیه فدراسیون روسیه از وضعیت افغانستان نگران باشد و این نگرانی روز به روز گسترش می‌یابد و من از این نگران هستم و می‌ترسم که این نگرانی روسیه در یک مقطعی منجر به دخول مستقیم روسیه به مشکل افغانستان نشود و زمینه‌های یعنی درگیری را فراهم نکند، کم کم تیرگی روابط به تیرگی روابط نینجامد که افغانستان بار دیگر به یک جنگ نیابتی جدید خدا نخواسته وارد نشود که این هم به ضرر افغانستان است بلکه به ضرر منطقه و کشور و جهان خواهد بود. بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه. بدامه بعض بازم خوش آمدین. آقای مصطفی مرتضوی همچنان اینجا در استودیو با ما پیوستن. مرتضوی صاحب شما را به بعض خوش آمدید. میگم حفظ روابط دیپلماتیک با روسیه در حال حاضر چقدر میتونه حیاتی باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما و دستان در کاران و بیننده ها و مهمانان برنامه تان شرکای در این بحث، یقینا که خوب اوضاعی که فعلا در افغانستان حاکم و جاری است این نیاز مبرم هست با توجه داشتن به اوضاعی که در افغانستان حاکم است که افغانستان بتواند تعاملات خودش، تعاملات دوستانه، تعاملات سازنده و روابط مفهومدار و معنادار با سایر کشورها در کشورهایی که چی کشورهایی در همسایگی افغانستان قرار داره، کشورهایی که فراز همسایه افغانستان هست، باید روابط وجود داشته باشه. از اون جمله روابط افغانستان با روسها، با فدراسیون روسیه که تاکیدات مقامات روسیه هم در این یک سال که
حکومت امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم شده است بر این بوده که روابط دیپلماتیک خودش را حفظ کنه با حکومت فعلی افغانستان بر اساس تشنجاتی که خصوصا روسا در این اواخر مشکلات را که در قضیه اوکراین با جامعه غربی داشته با آمریکایی ها داشته و نگرانی که روسیه داره در خصوص اینه که در افغانستان گروه های مختلف از آدرس جامعه غربی یا از آدرس آمریکایی ها اکتیو و فعال نشه و کشورهایی که منافع مشترک داره منافع مشترک با فدراسیون روسیه است مثل کشورهای آسیای میانه قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان و ارمنستان و سایر کشورها در اینجا از جغرافیای افغانستان با یک خلایی که در بحث‌های مختلف یا بخش‌های مختلفی که در افغانستان با ایجاد تحول به وجود آمده از این فضا یا از جغرافیای افغانستان با موقعیت و پیشینه تاریخی که افغانستان وجود داره که همیش سکوی پرش بوده وقتی که یک تحول در افغانستان ایجاد شد در مرحله اول یک فرایند از اون تحول افغانستان من حیث یک میدان یا یک سکوی پرش قرار گرفته و بسیاری از کشورها را منافعش در خطر قرار گرفته است بر این اساس کشور روسیه خواسته است که ارتباطات دیپلماتیک خودش با حکومت فعلی افغانستان داشته باشد که کشورهایی که منافعشان با روسها مشترک است یعنی منافع مشترک هستند مثل کشورهای آسیایی خصوصا نفوذ در اینجا در بخشای مختلف از آدرس استخبارات آمریکایی ها نشن نگرانی های عمده اساسی روس هم در این قضیه که میخواه ارتباطات دیپلماتیک با مقامات فعلی داشته باشه بر این اساس است بنابراین از سوی دیگه ما ببینیم که خوب حکومت فعلی افغانستان با توجه داشتن به اینی که یک سال چند ماه میگذره و حاکمیت خودش در افغانستان داشته چالش های زیادی وجود داره که این چالش ها در اساس وقتی که روی از این فوکر شوه برمیگرده به اینی که چالش اساسی به عدم مشروعیت است که امروز تا به حال را حکومت فعلی نتانسته از جامعه جهانی از کشورهای اروپایی از کشورهای اسلامی از کشورهای غیر اسلامی اون مشروعیت خودشان بگیره و ادامه بتن به حکومت داری خودشان و چالش هایی که وجود داره این چالش هایی که در مسیر رای حکومت داریشان است برطرف بسازه بر این اساس علت اساسی که امروز در بخش هایی که مغلق شده مسئله اقتصادی امروز به رکود رفته است و هر روز بیشتر دامنگیر مردم افغانستان نسبت به هر روز قبلی میشه و در بخش های امنیتی و امروز ببینید که میخواه بعضی از جزیره های قدرت باز هم سر بلند کنه یا جنگ های استخباراتی از آدرس کشورهایی که تضاد منافع در افغانستان دارن جنگ بر منفعت خودشان در افغانستان میدانن اینها ممکن است که جریقش بخوره اگر به همین منوال حکومت در فاز عدم مشروعیت قرار داشته باشد در انزوا قرار داشته باشه با توجه داشتن با این همه قضایا یا کیس های کامپلکسی که در افغانستان هست و ایجاد تحولی که است نیاز مبرم و شدید حکومت فعلی داره که تعامل معنادار تعامل سازنده را با همه کشورها خصوصا کشورهایی که تاثیرگذار است روی روانهای مختلف افغانستان داشته باشه اینا ممنون سپاسگزار هستم شاوسف چی فکر میکنید که واقعا روسیه نگران نزدیکی امارات اسلامی با آمریکا است خب در شرایط فعلی که عملا فدراسیون روسیه در اوکراین با آمریکا در حالت جنگ است با غرب در حالت جنگ است و همونطور که دیده میشه جنگ در اوکراین غربی ها و آمریکایی ها رهبری میکنن روسیه بسیار تشویش داره که جبهه دگی ایالات متحده آمریکا به وسیله افرادگراهایی که زیر تاثیر آمریکا هستند و در پاکستان تعلیم و تربیت دیدن مراکز از یا در پاکستان است از طریق افغانستان به استقامت کشورهای آسیای میانه و روسیه باز نشه و این تشویش و این دلهوره عملا فعال است وجود داره و واقعا روسیه در شرایط فعلی عمیقا اوضاع را تحت نظر داره و میبینه که
ایالات متحده آمریکا چی فعالیت های و یا چی چرخش های در چند هفته اخیر و ماه اخیر یکی دو ماه اخیر در افغانستان انجام داده. در گذشته فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی ایالات متحده آمریکا برای امارت اسلامی و تحریک طالبا زیاد بود. ولی اخیراً می‌بینین که بسته‌های دلار، میلیون‌ها دلار هر دو هفته یک مرتبه به کابل سرازیر میشه و یک تعداد از بخشی از قمانداران طالبا از این کمک‌ها مستقیماً مستفید میشن و همچنین تحرکات چگونه مستفید میشن چاوش صاحبی؟ پول ها بیشتر به خاطر کمک های بشر دوستانه به نهادهای بین المللی که عملا در افغانستان فعالیت میکنه سپرده میشه. خب دا جایی که اطلاعات وجود داره او یک بخش کمک های مستقیم است که به نهادهای بین المللی، نهادهای اجتماعی مستقیم انتقال میشه. یک بسته کمک هایی است که به وسیله از طریق سیاهی برای از یا هم داخیران انتقال. این معلومات شما از کجا سرچشمه میگیره؟ این معلومات ما معلومات دقیق است. بله. چیزی که میخوایم منبعش رو بپرسم. از نگاه سیاسی تحلیلایی که حرکت بزرگ ملی خط میانه داره، ما هم در داخل افغانستان و هم در منطقه و هم در اطراف افغانستان علاقات سیاسی خود فعال داریم و از طریق حلقات داخلی هم این مطالب تایید شده و ما شاهد از این هستیم که نه تنها ما برای شما دلیل مشخص واضح میسازم که ببینیم یک تعداد طالبایی که در 20 سال اینا خون دادن، معلول شدن و رهبری جبهات بسیار قویر به عهده داشتن در داخل افغانستان امروز به حاشیه قرار دارن، ولی یک تعداد کسایی که از داخل پاکستان آمدند امروز ده ها ماشین های لوکس زریر به اختیار دارن، زندگی از جا کاملا تغییر کرده و زندگی از جا داره به طرف زندگی و نمو جنگ سالارای جهادی ما شما پس در رابطه بر روابط فعلی افغانستان با روسیه بحث میکنیم چاوش صاحب، میخوایم از موضوع بیرون نشیم. به اساس چه موارده و چه فاکتورهای مشخصه نیاز نیست که حالا امارات اسلامی بیشتر نزدیکی نشان بده با آمریکا که باعث شوه روسیه را از خود دور بسازه؟ خب اولا میایم سر اصل موضوع. تحریک طالبا 20 سال با آمریکا جنگ کردن، اینا دشمن خود فکر میکردن، متجاوز میگفتن و هزارها نفر از یار ایالات متحده آمریکا کشت، تجاوز با فامیلا از یا کرد و بسیار فکت های مشخصی از طریق خود از یا وجود داره از طریق تحریک طالبا. و امروز چطور شد که صفحه بسیار به سرعت دراماتیک پس تغییر میخوره و طالبا و ببخشین ایالات متحده آمریکا نزدیکترین با اعتمادترین و بهترین دوستای به تحریک طالبا میشه؟ این کی قبول کرده میتونه؟ اتفاقا دوست نشده. همیشه مقامات امارات اسلامی نگران روابطشان با آمریکا هستند، بارها تاکید کردن که یگانه دلیلی که تا هنوز یه حکومت به رسمیت شناخته نشده همین لجاجت آمریکا است. خب ایالات متحده آمریکا به هر صورت آمریکا میخواهد که در افغانستان علاقات مشخص خود داشته باشه. ایالات متحده آمریکا میخواهد که تحریک طالبا را به خاطر مقاصد خود استفاده و استعمال کنه. این اهداف مشخص ایالات متحده آمریکا در گذشته هم کوشش ها کرده که علیه ایران استفاده کنه، علیه آسیای میانه استفاده کنه، علیه چین استفاده کنه. این و یک تعداد از حلقات درون طالبا را منیس نیروهای نیابتی خود در داخل افغانستان از یا کار بگیره. بله. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه. بدامه یه برنامه باسم خوش آمدین. و از این سب پس حالا چطور میشه که با آمریکا هم که بدون شک نقش قابل توجهی در قسمت کسب مشروعیت بین المللی امارات اسلامی میتونه داشته باشه و روسیه که نگران گسترش روابط حکومت موجود با آمریکا است، یک توازن ایجاد شوه که حداقل حکومت بتونه روابط خود را تا جایی که نیاز است با هر دوی این دو قدرت ها گسترش بده؟
به هر حال وضعیت کنونی افغانستان و زمان به قدرت رسیدن حرکت طالبان و همچنان سقوط نظام گذشته به گونه‌ای که صورت گرفت، این نتیجه موافقت نامه دوحه هست و حداقل آنچه که اعلان شده هست و چیزهای دیگر که شاید در زمانه وجود داشته باشد که هنوز اعلان نشده است. حرکت طالبان و حکومت کنونی امارت اسلامی در یک ارتباط و دوامدار با ایالات متحده آمریکا قرار دارند. مذاکرات بین دو طرف به گونه سری و علنی همیشه جریان داشته است و کنون هم جریان دارد و این مذاکرات باید جریان داشته باشد. ایجاب میکند که در عرصه دیپلماتیک چنین مذاکرات وجود داشته باشد. اما نقطه بسیار مهم این است که کار و تنها مذاکرات سیاسی این رابطه در تنها در مذاکرات سیاسی بین دو طرف محدود نمانده، بلکه اکنون مذاکرات استخباراتی جریان دارد بین حکومت امارات اسلامی و ایالات متحده آمریکا و طبعا شما در جریان هستید که مذاکرات استخباراتی و داد و ستود استخباراتی طبعا اکثر ظاهر نمیشوند، همیشه در طی کتمان باقی میمانند که این خود یک نگرانی نه تنها روسیه را و کشورهای دیگر منطقه را به ارتباط افغانستان فراهم میکنند، بلکه در داخل افغانستان نیز در دست سیاستمداران و کنشگران سیاسی نگرانی های را ایجاد کرده است. بنابراین و ترس این است که با تقویه روابط با ایالات متحده آمریکا این افغانستان به پایگاهی تبدیل نشود که از آن علیه کشورهای دیگر استفاده صورت بگیرد. چین در اینجا در افغانستان همسایه است، روسیه منطقه آسیای معنی منطقه نفوذ عنعنوی روسیه هست و روسیه از این ناحیه یعنی نگران هست از آسیای میانه که اگر نارامی های در آسیای میانه با توجه به شکننده بودن اوضاع در این کشورها رونما شود، در نتیجه امنیت ملی روسیه به خطر میافتد و شاید ایالات متحده آمریکا تلاش بکند تا به جبهه دیگری، یک جبهه در اوکراین از جبهه دیگری نیز باز بکند که ایالات متحده روسیه روسیه را مصروف نگه بتواند یا روسیه را در جنگ فرسایشی دخیل بسازد. و اگر چنین شود طبعا این که ایالات متحده آمریکا در دهه های اخیر یعنی تحول واضح در تعامل عملی ایالات متحده آمریکا با حکومت کنونی افغانستان مشاهده می‌رسد، سوال مهم این است که ایالات متحده آمریکا در برابر این امتیازاتی که به حکومت جدید افغانستان میدهد چی چیز به دست می آورد و این چیزی است که نه ایالات متحده آمریکا در مورد آن چیزی میگویند و نه مسئولین حکومت امارات اسلامی در مورد آن لب به سخن میگوشند. مثلا به طور مثال چه امتیازهایی را آمریکا در حال حاضر به همین حکومت قائل شده؟ مثلا ببینید که این اعلان مکرر این که ایالات متحده آمریکا با گروه‌های مسلح مخالف حکومت کمک نمی‌کند، اعلان این که با اجازه دادن به فرستاده شدن یا چاپ پول بانکنوت افغانی و ترانزکشن یا پرداختن قیمت چاپ این پول به افغانستان و همچنان سرازده شدن زیاد شدن بسته های 40 میلیونی دلار به افغانستان که تقریبا در 3 هفته قبل از گذشته در یک مؤخر صاحب تقریبا 4 بسته یا 5 بسته رسید و در این همه یعنی و همچنان مذاکرات ایالات متحده آمریکا با استخبارات افغانستان در دوحه این و همچنان اظهارات خیلی تنویست به ارتباط افغانستان که افغانستان و امریکا در تعامل با حکومت حرکت طالبان امارت اسلامی به حکومت سیوم نیاز ندارد و این نماینده ارتباط مستقیم با حکومت کنونی هست و این همه در کل و در مجموع این را می رساند که یعنی ایالات متحده آمریکا به گونه دیگری تعامل میکند با حکومت جدید که این موجبات نگرانی کشورهای دیگر را فراهم میسازد. البته این که در ازا و در مقابل این چیزایی که ایالات متحده آمریکا میپردازد چی به دست میآورد، این هنوز چیزی است که مبهم است، روشن نشده است. مهم این است میخوام این را بگویم که
داد خصوص با جهان و جمله با آمریکا یک نیاز مهم افغانستان است و وظیفه حکومت است تا با کشورهای مختلف جهان رابطه متوازن برقرار بکند. اما این رابطه باید با توجه به مشکلات افغانستان و وضعیت افغانستان خصوصا در 4 دهه اخیر باید افغانستان یک سیاست متوازنی را در پیش بگیرد که در یک فاصله را با همه کشورهای مهم منطقه نگاه کند و به حدی به یک کشور نزدیک نشود که سبب نگرانی و تشویش کشور دیگر را فراهم کند و در نتیجه رفته رفته خدا نخواست افغانستان به یک صحنه جنگی در مدت دیگری تبدیل شود. این اشتباه را طبعا زمامداران افغانستان در گذشته کردند، حزب دموکراتیک خلق افغانستان که افغانستان در بس در اختیار اتحاد جمهوری شوروی گذاشت، نتایج را ما دیدیم. و همچنان این که یعنی نزدیک شدن افغانستان به ایالات متحده آمریکا و اینکه افغانستان اشغال نظامی افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا، وجود یک حکومت متکی به آمریکا در افغانستان موجب نگرانی کشورهای چین و روسیه را در 20 سال گذشته فراهم کرد که یعنی موجب افزایش نارامی در منطقه بود. همچنان کشورهای همسایه نیز دخیل کنند. بنابراین اکنون نیز باید سیاستمداران افغانستان، دولت مردان افغانستان و زمامداران کنونی امارات اسلامی باید متوجه باشند که نه با چین به حد نزدیک شوند که نگرانی کشورهای دیگر فراهم بکنند و زمین ساز باشد برای بلعیده شدن افغانستان از طرف چین، نه با روسیه به حد نزدیک شوند که نگرانهای آمریکا را فراهم بکنند و نه با ایالات متحده آمریکا در حد رابطه نزدیک داشته باشند که بار دیگر این بر بیانگیزد نگرانی های کشورهای منطقه را، روسیه را، چین را، ایران را و کشورهای دیگر را. ما با یک سیاست پالیسی مدون متوازن مبتنی بر منافع ملی افغانستان نیازمند هستیم تا با از فرصت های استفاده بکنیم به نفع افغانستان، اما درگیر جبهه‌گیری و تنش و جنگ با هیچ کشوری نشویم که این به ضرر افغانستان است. بسیار تشکر مرتضوی صاحب. حالا فرض کنیم که می بحث توازن روابط حفظ نشه بین قدرت هایی که عملا در تخاصم بودن و هستن، چی به وقوع خواهد پیوست؟ یک چیزی که وجود داره که یک دلیل شکنندگی که در تقریبا 100 سال اخیر در حکومت های پسین در امی جریان 100 سال در افغانستان وجود داشته، یا یک تعبیری که اصلا ما در 100 سال یک ثبات سیاسی را در افغانستان نداشتیم و این بی‌ثباتی سیاسی در پی داشته بی‌ثباتی نظامی را، بی‌ثباتی اقتصادی را، بی‌ثباتی فرهنگی را، بی‌ثباتی اجتماعی را، فرار مغزها را و نگرانی ها یا لرزه های در تمام ابعاد و شؤونات مردم افغانستان. وقتی که شما مورد مطالعه قرار بتین در 100 سال اخیر، برمیگرده همه این لرزه ها و شکست ها به این بی‌ثباتی سیاسی که در 100 سال در حکومت ها و در نظام های افغانستان وجود داشته. دلیل اساسی چی بوده؟ دلیل اساسی اینمی نقطه بوده که ما یک تعامل سازنده، یک تعاملی که مبتنی بر منافع ملت افغانستان بوده باشه، مبتنی بر منافع عمومی اقشار و اقوام مختلف مردم افغانستان بوده باشه، ما روی دست نداشتیم. همیشه شما ببینین که اگر ما تعامل با یک کشور داشتیم، این تعامل ما نتوانستیم به شکل مفهومدار یا معنادار به شکل سازنده ای را حفظ کنیم. به شکلی بوده که اگر تعامل ما مثلا با بریتانیای اروز مثلا 800 سال قبل بوده، این تعامل ما یقینا تعامل متوازن نبوده. ما منفعتها و ضررهای رفتارهای خود ما را یا یک سیاست یا یک دکترین سیاست پویا و فعال روی دست نگرفتیم، یک طرح، یک برنامه یا یک راهکار اساسی را ما روی دست نگرفتیم که در اون راهکار چالش هایی را که ما با کشورها تعامل میکنیم، کشورهایی که رقیب کشورها، تضاد منافع در بخشهای مختلف در سکتورهای سیاسی امنیتی اقتصادی داره، ما اینا را نسنجیدیم. این دلیل شده است که حکومتهایی که در افغانستان روی کار آمده است در 10 سال، در 8 سال، در 7 سال، اینا به کوچکترین تزلزل، به کوچکترین طوفان های بسیار کوچک اینا سقوط کنند. حتی به نسیم های صبحگاهی هم به تعبیر ما این حکومت ها از بین رفتن، فرو پاشیدن. دلیلش این بوده که ما تعامل سازنده را روی کار نداشتیم. وقتی که با بریتانیا تعامل داشتیم، در عین حال روسیه را فراموش کردیم. از اون سن با بریتانیا تعامل داشتیم، این تعامل ما زنندگی داشته نسبت به روابط ما، تحت شعاع قرار داده روابط ما را با روسیه تزاری. بر این اساس شده است که روسیه
از جغرافیای افغانستان با توجه داشتن به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیکی که افغانستان برای همه بر قدرت ها داره، خصوصا بر روسیه که تقریبا به همسایگی ما قرار داره، از اینجا استفاده ها کردن. شما ببینید که افغانستان در آخر روز در نهایت امر و در نهایت کار یک سکوی پرش، یک میدان جنگ قرار گرفته است. یک زمان بود است که مثلا در زمان خلقی ها و پرچمی ها، شما ببینین در زمان حکومت حفیظ الله امین و ببرک کارمل و ترکی و نجیب، ما تعامل ما تمام فوکس حکومت ما، حکومت هایی که در اون زمان در 15-16 سال بوده، تعامل ما، رفتار ما با روسیه به شکل مطلقا بوده. و این تعامل مطلقا را شما ببینید که ما وقتی که مد نظر گرفتیم، در حقیقت این تعامل مطلقا که منفعت ها و ضرر هاش سنجیده نشده، این یقینا که آسیب های جدی را برای مردم افغانستان داشته. او آسیب های جدی چی بوده؟ مشخص است که زنندگی داشته، یعنی یک تقابل اساسی این تعامل ما با روس ها، با شوروی او زمان یا اتحاد جماهیر شوروی، یک تقابل برای آمریکایی ها داشت. و این دلیل شد که آمریکایی ها بیاین بسیاری از گروه های مجاهدین در پشاور پاکستان، در دیگه ساحات پاکستان مورد حمایه قرار بده، و در نهایت اینها با بقایای گروه های کمونیستی که در افغانستان بودن وارد جنگ شوه و اونها را شکست بده، شوروی از افغانستان اخراج شوه. و در عین حال این گروه های افراطی که در کابل آمدن، شما ببینین که نتانستن روی یک حکومت جامع وسیع البنیاد مبتنی بر خواسته ها آرزوهای مردم افغانستان تأسیس شوه، اینها بر اساسی که حکومت در انحصار خودشان بگیرن، قدرت در انحصار خودشان بگیرن، جنگ های تنظیمی در دهه 70 آغاز شد. و فرایند یا پیامد جنگ های دهه 70 شما دیدین که چقدر بدبختی ها را برای مردم افغانستان، خصوصا برای امی کابل نشینان و پایتخت نشینان ایجاد کردن. این برمیگرده به امی که ما همیشه وقتی که خواستیم با کشورها در ارتباط داشته باشیم، تعامل معنادار، تعامل سازنده، تعامل که توأم بر منافع ملی مردم افغانستان باشه، متاسفانه ما روی دست نگرفتیم. همیشه تعامل ما یک طرفه بوده، در عین حال با بعضی از ابرقدرت تقابل بوده، و این سبب زیان ضرر خطرناک بر توده ها و بر مردم افغانستان و بر ثبات سیاسی افغانستان قرار گرفته است. ممنون. ادامه تحول پس از وقفه. به ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. چاوش سب، در نهایت چطور میشه که همی حفظ توازن در روابط دیپلماتیک حکومت حفظ شوه که نشه با نزدیک شدن با یک کشور احساسات یک قدرت دیگر برانگیخته شوه؟ بله بله، ما حرکت بزرگ خط میانه، خط سوم افغانستان 17 سال پیش، یعنی می چیزی که اول دوستا به این نتیجه گیری رسیدن که نتیجه این همه مسائل نابسامانی های درون افغانستان، تحریک کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک در امور افغانستان، علت از او چی بود؟ علت از او اینمی در همشکستن بیلانس سیاسی در درون افغانستان بود. بعد از اینکه کودتای داود خان صورت گرفت، ابتدا تمایل نزد بسیار شدید از او طرف شوروی وقت بود، بعد از سفر حج که به عربستان سعودی و بعداً به ایران داشت، 180 درجه سیاست از این طرف غرب تغییر کرد. این مسائل سبب ازی شد که بیلانس و یا توازن سیاسی در درون افغانستان به هم ریخت. تا اون زمان کشورهای آمریکا، ایالات متحده آمریکا، هر کدوم ایالات متحده آمریکا و شوروی، اینا در داخل افغانستان فعال بودند. اگر یکی فرم عدر می ساخت، دیگر فرم لشکرگار، و اگر در یکی سرک ترغندی تا کندهار ساخت، سرپوزی کندهار، دیگر سرک جلال آباد ساخت، یعنی که قدرت های منطقه در داخل افغانستان و حالت تعاون و همکاری بودند، تشویش نداشتند از رقابت های همدیگر در داخل افغانستان. در اون زمان یک بیلانس وجود داشت. زمانی که بیلانس شکست، این مسائل به وجود آمد. وطن ما در شرایط فعلی ضرورت به سیاست
هم سیاست های خارجی بیلانس شده داره، بیلانس سیاسی ضرورت داره و هم در داخل افغانستان به خاطر حل مسئله ملی در درون افغانستان ما ضرورت به یک سیاست بیلانس داریم. و همین لحظه اگر کشورهای همسایه، کشورهای منطقه برای از او ثابت شد که افغانستان به یکی از این کشورهای بزرگ منطقه، قدرت‌های بزرگ به طرف از یان میلغزه و سیاست بیلانس و توازن را حفظ میکنه، امنیت در افغانستان بهتر تامین میشه و افغانستان به طرف امنیت و بازسازی خواهد رفت. در شرایط فعلی ما بسیار ضرورت دارن وطن ما افغانستان به این ضرورت داره که افغانستان را نجات بدن، نجات داده شه از او جنجال هایی که افغانستان به طرف میدان برای جنگ سرد قدرت های بزرگ بود. و امروز باید این تفکر و اندیشه باید نقطه پایان به گذاشته شه. و معمولا میبینیم که اکثرا سیاست مدارای ما، صاحب نظرای ما با آزاد اندیشی، با معقول فکر کردن این مسئله را مطرح میکنن و این بسیار ضروری و حیاتی برای افغانستان است. تشکر. در شرایط فعلی باز هم اگر تشویش زیاد احساس شه که ایالات متحده آمریکا برمیگرده، ایتا آوازهای وجود داره که 3000 نیروی خاص ایالات متحده آمریکا میخواد بیای در سمت شمال و مصروف تعلیم و تربیت داعش و القاعده بشه و غیره، در یک توافق پنهانی صورت بگیره. این حرفایی است که دست به دست میشه ولی اینا ممکن واقعیت نداشته باشه، ولی به هر صورت تشویش ها را در صحنه سیاسی بین‌المللی برمی‌انگازد. بسیار تشکر، سپاسگزارم. وزین صاحب، چطور میشه که همین بیلانس روابط سیاسی و دیپلماتیک را در این شرایط حساس حفظ کنیم؟ ببینید، حل مشکل اصلی یا کلید مشکل حل همه مشکلات افغانستان و اینکه افغانستان دارای سیاست داخلی و خارجی متوازن باشد به این برمیگردد که ما در افغانستان یک حکومت قانونمند برخواسته از اراده و خواست مردم افغانستان داشته باشیم که از مشروعیت واضح و روشن داخلی برخوردار باشد. به این معنا که ما در افغانستان حکومتی داشته باشیم که قانونمند باشد، مطابق قانون، دارای قانونی اساسی باشیم که حکومت را و دولت را تعریف کرده باشد و خطوط اساسی سیاست داخلی افغانستان، سیاست خارجی افغانستان، رابط ما با جهان را به گونه واضح و روشن در تطابق و با منافع ملی مردم افغانستان تعریف بکند. اگر ما این حکومت را داشته باشیم و به سوی تشکیل و ایجاد این حکومت به پیش برویم و گام‌های جدی و عاجل در این جهت برداریم، من گمان می‌کنم که حکومتی که برخواسته از مردم افغانستان باشد، دارای مشروعیت قانونی باشد و مردم در تعیین سرنوشت خود سهیم باشد، این حکومت پالیسی را برمی‌گزیند که برخواسته از خواست مردم افغانستان و منافع ملی مردم افغانستان و نیازهای مردم افغانستان. در آن صورت ما سیاست خارجی ما، سیاست خارجی چنین حکومت در مطابقت با منافع مردم افغانستان قرار می داشته باشد و منافع ملی مردم افغانستان در آن در چنین وضعیت تعریف می شود، واضح مشخص می شود که ما چی بایدها و نبایدها تعریف می شوند. بنان اصل ما باید در این جهت حرکت بکنیم، افغانستان باید در این جهت سوق داده شود. ما هر زودتر به سوی تدوین و تصویب قانون اساسی افغانستان برویم. نظام هندی افغانستان باید مشخص شود، طریقه شیوه تعیین زعامت و قیادت و برگزیدن و عزل حکومت باید تعیین شود، ارکان دولت باید مشخص شود، افغانستان دولت مکتمل ارکان باید باشد از و ما دولت قانونمند باشیم تا از سیاست افغانستان دستخوش ذوق و سلیقه افراد و اشخاص نباشد. شما اکنون میبینید که وزارت خارجه افغانستان به گونه به یک نواز سخن میگوید، مفردات و کلمات مشخص را استعمال میکند، وزیر امر بالمعروف سخن دیگر میگوید و از قندهار سخنان دیگر میشنویم و در کل یعنی این انسجام در وجود ندارد. یعنی دولت مردان و مسئولین حکومتی کنونی با توجه به فقدان پالیسی و قانون و میکانیزم مشخص
از دیدگاه های شخصی متعدد بکنم میگویند و در این حالت من به خیر افغانستان نیست و ما را در باعث اعتبار افغانستان در جهان نمیشود. بنام هر چیز تر ما باید به سوی قانونیست قانون ساختن اوضاع افغانستان و تعیین سرنوشت مردم افغانستان از طرف خود مردم افغانستان شویم تا افغانستان به سوی ثبات و استقرار سیاسی برود و سیاست داخلی و خارجی ما ثبات و استقرار داشته باشد. سپاسگزار است مرتضوی صاحب. آیا در حال حاضر سیاست خارجی حکومت افغانستان نیاز به تدوین دارد؟ یقینا تنها در این مقطع زمان ما نیاز نداریم به این که یک اصلاحات یا یک ریفرم در سیاست در هر دو بخش در هر دو کاتگوری باید صورت بگیره، بلکه در 18-20 سال هم متاسفانه سیاستی که نیاز بود، سیاستی که شدیداً نیاز مردم افغانستان بود که اون سیاست سیاستی که باید منفعت مردم افغانستان سنجیده میشد، در اون زمان هم در همی 18-19 سال هم ما سیاست جامع و مدون نداشتیم. همیشه سیاست های ما یا تعامل بوده یا تقابل بوده. مثلا بیبی سیاست افغانستان در قبال پاکستان و پاکستانی ها در مقابل آیسای پاکستان یا سیاست تعامل بوده، تعامل مطلق، تعامل کامپلیت، یا سیاست ما سیاست تقابل بوده، تقابل هم تقابل مطلق بوده که نه سیاست تعامل جوابگو بود برای مردم افغانستان. وقتی که حکومت مردان ما در 18 سال گذشته سیاست تعامل با پاکستانی ها روی دست گرفتن یا با سایر کشورهای همسایه که در قضایای افغانستان مداخلات در 40 سال داشتن، جنگ های نیابتی را در افغانستان روی کار کردن، تضاد منافع با سایر کشورها در جغرافیایی به نام افغانستان داشتن. ببینید وقتی که ما سیاست تعامل داشتیم چرا به نفع مردم افغانستان نبود؟ سیاست های سلیقه‌ای را ما اعمال کردیم، روی دست گرفتیم. همیشه وقتی که سیاست ما با بعض از کشورها سیاست تعامل بوده، اونا همیشه از نقطه بالا این فکر را کردن که افغانستان و مردم افغانستان، حکومت افغانستان در ضعف است. سیاست تعامل ما ضعف حکومت مردان ما را در سیاست های خارجی برای کشورها نشان داده و همیشه اونا در اوضاع داخلی، در قضایای داخلی افغانستان مداخلات خودشان داشتن. یعنی به این نتیجه رسیدن، چی نتیجه یا مفکوره و اندیشهشان راست بود است یا دروغ، که افغانستان در یک مرحله هستن که اینا در ضعف هستن، نیاز دارن به ماها و سیاست اینا هم سیاست تعاملی که وقتی بوده اونا از دیدگاه برتر با افغانستان رفتار کردن. اگر ما سیاست تقابل هم داشتیم بر منفعت مردم افغانستان نبوده، چون افغانستان 40 سال است که در بحران جنگ هست، در جنگ های داخلی است، در جنگ های نیابتی است. ما نمیتوانیم که یک دفعی راه 100 ساله را یک شبه بپیماییم. سیاست تقابل هم به نفع مردم افغانستان نبوده، بسیار کشورها مداخله داشته. بنابراین حالا هم ما نیاز داریم به ریفرم، نیاز داریم به یک اصلاحات در بخش سیاست داخلی خود ما و هم در بخش سیاست های خارجی ما، که ما سیاست اکتیو و پویا را روی دست بگیریم، هم در قضایای داخلی و هم در قضایای خارجی. اون سیاست اکتیو و پویا را بسیار گذرا میخوایم اشاره کنم، سیاست تعامل توأم با تقابل، اون چیزی که به فکر میکنم نیاز مبرم مردم افغانستان هست در سیاست، سیاست تعامل توأم با تقابل است. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.